کلام خدا ما رو تشویق میکنه که او رو با ساز و آواز بپرستیم. من جیلبرت هستم، مجری این برنامه. در برنامه ساز و پرستش هستیم و میخواییم خدا رو با همدیگه بپرستیم. در این برنامه شما میتونید اشعار یا سرودهایی رو که نوشتین رو بفرستید و ما بعضی از اونها رو اجرا خواهیم کرد، و یا میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صورت MP3 اون رو به ما بفرستید و بعضی از اونها رو ما پخش خواهیم کرد. خدا شما رو برکت بده. بیایید با همدیگه خدا رو بپرستیم. عزیزان، یک مهمان بسیار ویژه‌ای داریم که از کره جنوبی هستن، خداوند رو دوست دارن، ایران و ایرانی رو هم خیلی دوست دارن. پال عزیز، خیلی خوش اومدی. Would you introduce yourself to our viewers, please? Hi, my name is Paul Lee. I am Korean. I am a friend of the program. I play violin and today we will be playing a gospel music and we hope that you'll be blessed by it. آمین. خدا رو شکر. این خانواده عزیز ایران و ایرانی رو خیلی دوست دارن و برای ایران دعا میکنن بسیار زیاد. احتمالش خیلی زیاده که بیشتر از خیلی از ماها برای ایران و ایرانی و نجات ایران دعا میکنن. و وقتی ما با این خانواده آشنا شدیم، واقعا باعث برکت شخصی ما بود و گفتیم چقدر زیبا میشه که شما هم ببینید که عزیزانی هستن در این طرف دنیا، از نژادهای مختلف، از رنگ و پوست مختلف، از کشورها، از شهرها، از روستاهای مختلف، از زبانهای مختلف، ولی همه یک خداوند رو میپرستن و او رو جلال میدن. امروز از طریق موسیقی، از طریق این قطعه بسیار زیبایی که پال لی انجام خواهد داد، این سرود رو تقدیم شما عزیزان و خداوندش میکنم. شکر. پال لی، خیلی متشکرم. هللویا، زیرا خدای ما را سرایدن نیکوست و دلپسند و تسبیح خواندن شایسته است. بیایید همین کار رو بکنیم، بخونیم و تسبیح بخونیم، چرا که تکمیل کرد عیسی مسیح، تکمیل کرد پیروزی را. عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را و خداوند است. هللویا، او اجر جاودانی تکمیل کرد، او تکمیل کرد پیروزی را. عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را و خداوند است. هللویا، او اجر جاودانی ما. عیسی خداوند، عیسی خداوند.
خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند. تکبیر کردم، تکبیر کردم، پیروزی را عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را و خداوند است. هللویا، او اجل جاودانی است. تکبیر کردم، تکبیر کردم، پیروزی را عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را و خداوند است. هللویا، با صدای بلند، عیسی خداوند، 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 او در قلبم. خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، در یک بار دیگه، عیسی خداوند، 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 در قلبم. آمین. خدا رو شکر. آندری عزیز برادر من هست، خیلی متشکرم امروز با ما هستی. و آنی عزیز خانم من هست، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون که منو دعوت کردین بعد از جیلبرت. خدا رو شکر. آنی جان نه فقط خانم من هست، بلکه دوست بسیار صمیمی هست و هم پرستنده، هم کلاسی، همها زیاد هستند. و چقدر زیباست وقتی با هم دیگه میتونیم خدا رو بپرستیم، اینطور نیست؟ بله. خدا رو شکر. منو دوست دارین خانم؟ خیلی. خدا رو شکر. پس بیایید بخونیم: در حضور خداوند روح او در ماست. و چون یک روح در ما هست، ما میتونیم با هم دیگه یکی باشیم. حالا مسلما زن و شوهر نقاط یا نکات مشترک دیگه هم دارن که بتونن با هم دیگه در اشتراک، در یگانگی، در اتحاد باشن. ولی حتی اگه زن و شوهر هم نیستیم، خواهر برادر روحانی هستیم، باز ما یک وجه اشتراک داریم، لااقل یه دونه داریم، و اونم روح القدس هست. روح القدس در ما ساکن هست. چون همان روح در ما هست، میتونیم همان خدا رو بپرستیم و همدیگر رو محبت بکنیم. خداوند ما عیسی مسیح در شام آخر بود، قبل از اینکه شام رو صرف کنن، گفت که یک فرمان جدید به شما میدم، که همدیگر رو محبت بکنید. فقط محبت رو برای ما به جا گذاشته و مسلما این محبت خیلی بیشتر خودش رو در ازدواج نشون میده، ولی حتی در کلیسا، در منظورم ایمانداران، این محبت دیده میشه. چرا که روح خداوند در ما هست و روح محبت هست. در حضور خداوند روح او در ما، شادان و مسروریم ما، روح او در ما. هللویا. ما را از روح پر کرده روح او در ما، از دل او را ستاهیم روح او در ما. همه با هم هللویا. هللویا، روح او در ما،
بیاد او را سزاست، روح او در ماست، با قوت خداوند روح او در ماست، نامش را برافرازیم روح او در ماست. آمین. خدا رو شکر به خاطر روح خداوند و به خاطر کلام خداوند، و این دو با هم دیگه در زندگی ما عمل میکنن. خیلی وقتا عزیزان رو میشناسم که میگن که من از روح خدا پر هستم، ولی بر حسب کلام رفتار نمیکنن. احتمالش خیلی زیاده که از یک روح دیگه پر هستین، چون اگه از روح القدس پر بودین مطابق کلام رفتار میکردین و اطاعت میکردین و فروتن میشدین. میگه هللویا، ای جان من خداوند را تسبیح بخوان، تا زنده هستم خداوند را حمد خواهم گفت. چقدر پر از قدرت هست این جمله، تا زنده هستم خداوند را حمد خواهم گفت. مادامی که وجود دارم خدای خود را خواهم سرایید. بر رؤسا توکل مکنید و نه بر ابن آدم که نزد او اعانتی نیست. روح او بیرون میرود و به خاک خود برمیگردد، در همان روز فکرهایش نابود می شود، ولی خوشا به حال آن که خدای یعقوب مددکار اوست، که امید او بر یهوه خدای وی می باشد. کدوم خدا؟ همون خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و دریا و آنچرا که در آنهاست. و همینطور ادامه میده، مزمور 146 بود. عزیزان، خداوند ما را آفریده که پرواز کنیم، خداوند ما را آفریده که عقاب باشیم، نه مرغ و خروس و جوجه. خیلی وقتا ما در امور بسیار کوچیک خودمون رو مشغول میکنیم و یادمون میره که هدف اصلی این هست که پرواز بکنیم. از لحاظ روحانی بالهای روحانیتون رو باز بکنید، از طریق روح خداوند، از طریق کلام خداوند، از طریق دعا، از طریق کلام بریم بالا به سمت خداوند و نگاهمون به چیزهای کوچیک و پایین نباشه، بلکه در آسمان باشیم. ما خونده شدیم که آسمانی باشیم، چرا که روح خداوند در ما هست. یک سرود زیبایی هست که چند وقت پیش آنی خانمم، ایشون در سوئد 14 سال در سوئد زندگی کردن و قبل از اینکه عاشق من بشن مسلماً و در کلیسای سوئدی می‌رفتن و سرودهای سوئدی بسیار زیبایی داشتن و یکی از اینها رو ترجمه کردیم، البته ایشون ترجمه کردن و با هم دیگه خواهیم سرایید. در حضور تو، در آغوش تو می‌خواهم بمانم، از تو بشنوم، عشقت بچشم. خودتون رو تصور بکنید در آغوش پدر وقتی این سرود رو می‌خونید. در حضور تو، در آغوش تو می‌خواهم بمانم، از تو بشنوم، عشقت بچشم، این است آرزوی من. توی پدر و من فرزند تو، دانم دوستم داری، میخواهم باشم همیشه با تو در حضور پرمهرت.
حضور تو در آغوش تو میخواهم بمانم، از تو بشنوم عشقت بچشم، این است آرزوی من. توی پدر و من فرزند تو، دانم دوستم داری، میخواهم باشم همیشه با تو در حضور پرمنت، در حضور تو، در حضور تو، در آغوش تو میخواهم بمانم، از تو بشنوم عشقت بچشم، این است آرزوی من. توی پدر و من فرزند تو، دانم دوستم داری، میخواهم باشم همیشه با تو در حضور پرنه. خدا را شکر. خیلی از نمونه ها و مثل هایی که عیسی مسیح آورد یا در کلام خدا میبینیم در مورد رابطه صحبت میکنم. خداوند پدر هست و ما رو دعوت میکنه که ما رو به فرزند خوندگی بپذیره. ما میشیم فرزند، میشیم پسر یا دختر. یا در یک جای دیگه میگه من شبان هستم، شبان نیکو هستم، و ما گوسفندان. مسلماً به ارزش ما حمله نمیشه به عنوان انسان. رابطه را در نشون میده، رابطه یک گوسفند با شبانش چطور هست، همونطوری رابطه ما با خداوند ما هست. ولی باز ما تسلیمش میشیم که شبان بتونه ما رو رهبری بکنه و از ما مراقبت بکنه. یا در مورد زن و شوهر صحبت میکنه، میگه ای شوهران زنان خود رو محبت نمایید، چنان که مسیح کلیسای خودش رو، عروسش رو محبت میکنه. و مسلماً در ازدواج، حالا من در مورد ازدواج این برنامه زیاد صحبت میکنم، آنجان همیشه اینجوری نیست هم داره، چون شما هستین اینجوری. من یادم میاد وقتی چند سال پیش آین رو دیدم و واقعا عاشق شدم، من اول عاشق شدم و بعد سعی کردم که با ایشون دوست بشم و ایشون یه خود من رو اون موقع زیاد دوست نداشتن و کم کم من رو بیشتر دوست داشتن و تقاضا رو قبول کردم و در آینده ازدواج کردیم. همینطور هست، خداوند هم از ما میخواد که بیاد و ما رو به عنوان عروس بپذیره. شاید ما بعضی وقتا یه خود شیرین کاری میکنیم یا ناز میکنیم و بعدن تسلیم میشیم، میگیم بله، و بعد در این رابطه وارد میشیم که مثل شوهر آسمانی هست، مثل داماد آسمانی هست خداوند عیسی مسیح، که یک روز میاد که عروسش رو ورداره ببره پیش خودش. خدا رو شکر. بیاید یک بار دیگه این رو بخونیم. در حضور تو، در آغوش تو، در حضور تو، در آغوش تو میخواهم بمانم، از تو بشنوم عشقت بچشم، این است آرزوی من. توی پدر و من فرزند تو، دانم دوستم داری، میخواهم باشم همیشه با تو در حضور پرمهرت. شکر. واقعا زیباست وقتی ما در این رابطه وارد میشیم. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، و گفت بدور از من، جدا از من حیات نمیتونید داشته باشید. امروز واقعا اگه حیات میخوای، عیسی مسیح راه و راستی و حیات هست و بدور از او هیچ نوع حیاتی نیست. و در مقابل، در قبال این حیاتی که به ما داده، در قبال این حرکتی که انجام شده که روی صلیب میبینیم این حرکت انجام میشه، عیسی مسیح که خداوند بود جسم پوشید، اومد گناهان ما رو بر روی خودش گرفت، لباس کثیف ما رو گرفت پوشید،
صلیب عیسی مسیح گناهان ما رو برداشت، لباس عدالت، لباس تمیز رو به ما میده که امروز ما بپوشیم که عادل شمرده بشیم. عادل نیستیم، عادل شمرده میشیم. کلام خدا میگه به ایمان نه فقط این کار رو برای ما کرد، بلکه در قبالش هم یک مسئولیتی هم به ما داده. حالا که این لباس رو داری، یه سری کار هست که باید انجام بدی، ولی باز تو رو تنها نمیذارم، روح القدس با تو هست. باز مثل ازدواج، من مثل ازدواج رو باز میارم. بسیار زیبا هست وقتی دختر و پسر عاشق میشن، I love you دوستت دارم، خیلی خوبه. ولی یک جایی میرسه در زندگیت که باید در عمل بتونی هر روز این I love you تو نگه داری، فقط با زبان نیست. نه؟ درست. و در عمل باید محبت رو نشون بدی، مسئولیتت رو باید انجام بدی، هر چیزی که هست مسئولیتت. و امروز مسئولیت ما به عنوان ایمانداران این هست که همدیگر رو محبت بکنیم. مسئولیت ما این هست که برای خداوند پاک زندگی بکنیم و مسلما خداوند قدرتش رو میده. مسئولیت ما این هست که زیاد همطور که گفتم در مورد چیزهای زمینی فکر نکنیم، بلکه میگه پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آن چرا که در بالا است بطلبید، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکر کنید و نه در آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت، طمع، بت پرستی و همطور ادامه میده، غضب، فحش را از زبان، بدگویی، غیظ، بدخویی. اینها رو میگه الان بذارید کنار. انسانیت کهنه رو با اعمالش میگه از خود بیرون بکنید، دروغ مگوید و تازه را بپوشید. امروز این لباس در دسترس همه ما هست و میتونیم بپوشیم لباس قدوسیت رو. بستاییم خداوند رو. ستایش تنها لایق تو. و من از همین الان میخوام خداحافظی بکنم از شما عزیزان، چرا که با همین سرود پرستشی تمام خواهیم کرد. یک بار دیگه آنی جان خیلی ممنون که اومدین. آنی جان خیلی خیلی ممنون که اومدین. بعد از این چای شما رو دعوت میکنم خونه ما. خیلی وقتا عزیزان مثل اون بچه کوچیکی که میگفت که من نمیخوام دعا کنم سر نهار. گفتن چرا نمیخوای دعا کنی؟ گفت آخه هر وقت ما میخوایم دعا بکنیم همه خیلی جدی میشن، همه خیلی عصبانیان موقع دعا. ما میتونیم شاد باشیم، میتونیم خودمون باشیم، میتونیم نرمال باشیم. فکر نکنیم که وقتی امور روحانی میرسه یهو باید صدامون عوض بشه، بگیم ای خداوند تو رو شکر میکنم. خودمون باشیم، خودت باش و خداوند این رو دوست داره. اگه مادر خونه، اگه 5 دقیقه قبل از فیلم مداری میخندیدیم، همین خنده رو ادامه بدیم، همین جوک ها رو ادامه میتونیم بدیم، ولی مسلما در جاش باشه. و خداوند اینها رو دوست داره که خودت هستی، به عنوان فرزند اومدی پدر رو داری پرستش میکنیم. او شایسته هست در هر جایی که هستی او رو بپرست، در هر شرایطی که هستی او رو بپرست، در هر جایی که هستی عقاب باش و پرواز بکن. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد خداحافظ. ستایش تنها لایق تو، قدوس پسر خدا، پرشکوهی، پر جلالی، شاه شاهان، پر ساز قلبها را، پر شکوهی، پر جلالی، شاه شاهان، پر ساز قلبها را. ستایش همه با هم. ستایش تنها لایق تو، قدوس پسر
ستایش.